محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکرا از تورنتو همراه ما هستند. جناب اولیایی فرد، چقدر احتمال میدین که ارسال این نامه هدفمند باشه و در نهایت منجر به اجرایی شدن پیشنهادات شما این افراد تنظیم کننده این نامه بشه؟ بله، ببینید، واقعا بحث احتمال اینجا وجود نداره که ما بخوایم احتمال بدیم که قبول بکنن یا نکنن. ما با یک موزلی مواجه هستیم و اون موزل هم این هستش که کشورهای مثل جمهوری اسلامی با سوء استفاده از اصل حاکمیت کشورها بدون اینکه بخوان به جامعه بین‌الملل پاسخگو باشن اعدام‌های بی‌رویه‌ای رو اعمال میکنن. در نقطه مقابل جامعه بین‌الملل و کشورهایی که واقعا میخوان با این اعدام‌ها مقابله بکنن، خب به لحاظ قوانین بین المللی دستشون بسته است و عملا کاری نمیتونن بکنن یا دست کم راه دشواری برای مقابله با این اعدام ها دارن. بر همین اساس با توجه به اینکه همواره خود سازمان ملل هم اعلام محکومیت و اعلام انزجار از این اعدام ها کرده، ما با این توجه پنج پیشنهاد و پنج ضمانت اجرا برای این پیشنهاد به دبیر کل سازمان ملل دادیم که اگر رو در مجمع عمومی مطرح بکنه. این پنج پیشنهاد رویایی نیست، بلکه پیشنهاد عملی هستش که در واقع عبارت از این هستش که کشورها اگه مجازات اعدام رو کنار بذارن تشویق بشن، کشورهایی که نتونن واقعا مجازات از قوانینشون حذف بکنن فقط مجازن در زمینه جنایات مهم این مجازات رو اعمال بکنن و اگر بخوان مثلا در زمینه توهین به پیامبر یا مفاسد اقتصادی یا متأمین سیاسی اینجور مسائل و اینجور مسائل رو اعدام اعمال بکنن، در واقع پروندهشون باید بشه بره به دیوان کیفری بین‌المللی و گزارشش به دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی برسه. در مورد جنایت‌های مهم هم اگر مثلا مجازات اعدام رو اعمال بکنن باید دادرسی عادلانه باشه. اگر دادرسی‌ها سوری باشه و ساختگی باشه مثل این دادرسی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه و اعدام بر اساس این در واقع دادرسی ساختگی باشه، از مصادیق جنایت علیه بشریت باید مصون بشه. و پنجمین پیشنهاد این بود که متهمین سیاسی تحت هیچ عنوانی در واقع اعدام نشن، مجازات اعمال براشون اعمال نشه. اگر این کار رو بکنن و کشور رعایت نکنن، کشوری مثل ایران موضوع مصادیق جنایت علیه بشریت بشه. پنج تا ضمانت اجرا هم که گذاشتیم، از مهمترینش که پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی هست تا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب و تحریم‌های هدفمند نسبت به مسئولینی که اعدام میکنن و همچنین در واقع اینکه ایران اخراج میشه از نهادهای فرد. با توجه پیشینه عملکرد سازمان ملل در خصوص اعدام‌ها در ایران، گفته میشه در سالهای 2017-2018 فشارهای اعمال شده از طرف سازمان ملل که تاثیرگذار هم بوده، البته به صورت مقطعی. چقدر احتمال میدین نامه شما منجر به فشارهای مضاعف و مشابهی بشه؟ کوتاه اگر پاسخ بدید. ببینید، تا زمانی که وضعیت این قوانین ناکارآمد فعلی بین‌المللی وجود داره امکان داره فشارها به صورت مقطعی باشه، اما غرب به دلیل اینکه اعدام نداره خیلی هم حقوقدانانش پیگیر این موضوع نیستن. ما حقوقدانایی که کشورهامون قربانیان در واقع مردممون قربانیان اعدام هستیم باید راه حل پیدا بکنیم که ما این راه حل رو ارائه کردیم. اگه این راه حل رو بپذیرن به نظر من ما راه زیادی رو طی می‌کنیم برای حذف یا کنترل مجازات اعدام. متشکرم از شما محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو همراه ما بودید.